امروز چهارشنبه 12 مهر ماه سال 1396، من مخلص شما از رادیو پیک در خدمتتون هستم تا براتون بگم از داغ‌ترین خبرهای این روزها، که خب کمم نیست، از قضیه اصلاحات عربستان که از حد این با تیسیفار نزباد نینا شده تا داستان دختر جاسوس حاج صادق لاریجانی که برای اون باس میکنه اینا، تا داستان ویزای کانادای علی لاریجانی که رفت دوست بانده چیز بانده، تا بسته شدن سایت های فیلم سینمایی توسط آذری جهرومی و اطلاعات و... نه. تا داستان سوتی محسن افشانی که خب بستین و بانده بچه برو آتیش کن ماشینو وقت تنگه. بکنم به جای شعر و قصه های بچه گونه، با هم بیا بسازیم زندگی رو عاشقونه. ما دوباره هر باز ما عشقی همی گیری تا آج آسمون، آجای قصر تو قلب ما دوتا نیست، نمیمونی با قصه روزا. هر دفعه که بنده آنلاین میشم به صورت رگباری هی خبر یه جور آزادی جدید برای زنان تو عربستان میاد. آقا اصلا معلوم نیست اون کاخ پادشاه عربستان چه خبره. من نمیدونم چرا آخه یکی پیدا نمیشه جلوی این پادشاه عربستان رو بگیره. طرف پاشو گذاشته رو گاز و دنده 1 و 2 3 4 5 همجوری ویش داره میره. هی پشت به پشت هم دستور آزادی میده. خب آقای سلمان عبدالعزیز، آقای آل سعود، اگه ولایت مدار نیستی لاقل آزاده باش. شاید تو همسایگی کشورت یه کشوری باشه که زنانش از ابتدایی ترین حقوق انسانی هم برخوردار نباشن. آخه یه ذره یواشتر برو ببینیم چه خاکی باز تو سر این عظمای بدبخت بریزیم ما. آخه یعنی این عربستان یه استمرار طلب اعتدالی نداره پاشه بره جلوی کاخ پادشاه بگه امید بذر هویت ماست، اصلاحات یواش یواش؟ یه قومی، مرجع تقلیدی، آخوند عظمایی، بسیجی دلواپسی، روزنامه کیهانی چیزی نداره که اسلامش به خطر بیفته کفن پوش بره جلوی کاخش ابراز نگرانی کنه؟ ای بابا، اینجوری که نمیشه. باشم برم یه زنگ بزنم به این قاضی پور یه چند تا گلابی مجلسی برداره بیاره دور هم بخوریم، بلکه بشوره ببره پایین. دانشمندا به صورت متفق القول معتقدند که در ایران مغزها به دو دسته تقسیم میشن و اتفاقا هر دو دسته هم فرار میکنن. حالا دسته اول یه سری مغز هستن که سرشون میره که تهشون نره، یا شاید هم تهشون میره که سرشون نره، نمیدونم، یه چیزی تو همین مایه هست. این دسته که اصولا دوچار فرایند بره نره هستن خیلی مغزن، خیلی. کافیه وصیت‌نامه هاشون رو بخونین تا بفهمین چقدر مغزن. لامصب 20 خط وصیت‌نامه نوشته، 120 تا غلط املایی توشه. خب اینا چون خیلی مغزن مجبورن فرار کنن، اما فرارشون کوتاه برده، یعنی میرن همین نزدیکی ها میفتن تو این کشورهای دوست و همسایه سوریه و لبنان و عراق و اینا، بعد سرشون میره که تهشون نره. و اما دسته دوم هم یه سری مغز هستن که یه جور دیگه مغزن، مثل دسته اول نیستن. مثلا همین خانم درسا درخشانی، شطرنج باز تیم ملی، که به خاطر نوع پوشش محرومش کردن، کلا اینا هم مجبورن برن، یعنی فرار مغزها بشن. البته نه که برن مدافع حرم بشن ها، نه، فرار میکنن آمریکا و کانادا و اروپا و اونجور جا. میخوام بدونم خدا وکیلی اگه شما شطرنج باز باشی بعد بیان بگن خواهرم اولا حجابت، دوما از این به بعد به جای مهره سرباز بسیجی باید بذاری، به جای شاه باید خامنه‌ای بذاری، به جای اسبم باید خر بذاری، حضرت عباسی فرار مغزها نمیشدین؟ میشدین یا نمیشدین؟ اصلا اگه راه داشت مغزتون رو ور می‌داشتین به یه سیاره دیگه فرار می‌کردین دیگه، مگه نه؟ ماهی تشنه من یه عمر تو خشکی اسیره، عمق دریا زیاده، ماهی غرق میشه میمیره. پشت همین پنجره ها صدایی مونده ناتموم، شیاد دستاش توی خون، پروانه های نیمه جون. خدا کنه که دیر نشه اون شوق پروازمونه،
دستای باد تو دست ماست، نظر که تنها بمونه. آقایون خانوما، عزاداریاتون قبول، دمتونم گرم. ولی اگه یه روزی به هر دلیلی راننده قطار شدین و بهتون 200 واگن بستن که ببرین به مقصد برسونین، سر راه اگه یه وقت دیدین یه جا دارن نظری میدن ترمز نکنین، نگه ندارین. نه آقا، شوخی چیه؟ دیدم که میگم دیگه. یه ساعت پیش تو تلگرام یه ویدیو فرستادن که حوالی عراق یه قطار وسط راه تو ایستگاه، نه وسط راه، ترمز زده پیاده شده که غذای نظری بگیره. تا دیروز موتور و ماشین‌های شهر واسه شربت و چای ترمز می‌زدن و خیابونا رو می‌بستن، حالا دیگه شاهد پدیده ترمز قطار برای گرفتن نظری و ترافیک خطوط ریل راهن هم هستیم. خدا به دادمون برسه. من از الان به فکر سال‌های بعدم که احتمالاً این حرکت به بقیه ناوگان حمل و نقل هم کشیده بشه. مسافرین محترم، صدای کمک خلبان را می‌شنوید. لطفاً کمربندهای خود را بسته و وسایل الکترونیکی خود را خاموش کنید. تا لحظات دیگر هواپیما از روی باند فرودگاه برمی‌خیزد. آرزوی سفر خوشی را برای شما داریم. مرز هوایی سمنان عبور کرده و وارد مشهد شدیم. مسافرین محترم، لطفاً خونسردی خود را حفظ کنید. هیچ مشکل فنی وجود ندارد. خلبان خودش ترمز کرده و در صف نظری هستند. به محض بازگشت به کابین به پرواز ادامه خواهیم داد. مسافرین محترم، خلبان پیغام فرستادند که من تو صف گیر کردم، نمیام. شما به پروازتون ادامه بدید. I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louis, Louis, Louis. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. آیا از سر و کله زدن با اصلاح طلبان خسته شده اید؟ آیا از چانه زدن با اصولگرایان رنجیده شده اید؟ آیا می خواهید که تمام امور مملکت را بی درد سر به تنهایی اداره کنید؟ دیگر نگران جسم ناقص خود نباشید. سیخ و سنجاق دستتان است، زمین بگذارید و همین حالا با ما تماس بگیرید. نظام پارلمانی، محصولی جدید از فراکسیون پارلمان دوستان مجلس، دارای گواهی نامه ایزو 2017 با 10 سال گارانتی تعویض. برای سفارش این محصول ابتدا حکم حکومتی را به سامانه پیامکی قانون اساسی ارسال کنید و سپس با خیال راحت نظام را پارلمانی کنید و نیمچه قدرت باقی مانده را نیز از رقبا بگیرید. قدرت در چنگال شماست. نظام پارلمانی. این سوتی جدید حیاتی مجری تیویریش رو شنیدین؟ وزیر امور خارجه کشورمان پس از دیدار با مقامات عمانی به دوحه پایتخت سفر قطر کرد. با بیکران درود به شما عزیز پیک شنوندگان رادیو، با خبری بخش 34 با هم هستیم. محمد ظریف جواد خارجه ایران وزیر به سفر قطر کرده است. همچنین مقداری حزب الله محموله از بزرگ لبنان نیز شده به اسلحه ارسال است. از سوی دیگر به دلیل کشک اینکه تبدیل به برجام شده است، تحریم‌های پاسداران جدید نیز سپاه شده است. بنا به خبرنگار گزارش ما، بیت مستقر در رهبری پایان زغال منقل رو به عظما است و بیت نزدیکان در حال زغال جستجو برای مرغوب هستند. تا بخش بعدی خبر، خدای را به شمای بزرگ می سپارم. دونه 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 به من میگن دیوونه، به والوی دردم و میدونه. میخوام دیوونه باشم، اصلا که هیچی ندونه باشم.
همت دنیا دنیاست باز اونی که میمونه باشم. جونم براتون بگه که یه زمانی نون تو بازیگری بود، یعنی باس میرفتی جلوی دوربین چهار تا سریال و فیلم بازی میکردی، نون در میآوردی، بعدم باهاش میرفتی پاتایا و کوالالامپور و عشق و صفا و سیتی و سرندیپیتی. اما یه چند وقت بعدش دیگه بازیگری از مد افتاد. بعد از اون دیگه نون تو چرخش و دوران ولایتی و به به چه چه چادری و عیادت پروستات ناقص و اینا بود. مدیون این اگه فکر کنین دارم راجع به الهام چرخنده صحبت میکنم و نه، اصلا منظورم اون نیست. از اونجایی که در حال حاضر گویا نون به تهدیگ رسیده، دیگه نون تو ولایت مداری هم نیست. آخه همین الهام چرخنده دو سه روز پیش گله کرده که 4 سال آزگار هیچ کارگردانی باهاش تماس نگرفته و هیچ کسی هیچ نقشی رو بهش پیشنهاد نداده. ما واقعا از جامعه کارگردانا خواهشمندیم که تجدید نظری بکنن و تو فیلماشون یه نقشی هم واسه چرخشی‌های ارزشی در نظر بگیرن. کات آقا کات، ببین خانم بازیگر، شما الان دارین نقش یک فاتی کماندوی مهربون رو بازی میکنی، پس این دیالوگ رو باید یکم احساسی تر بگی و همزمان باید با سرعت بیشتری هم دور خود بچرخی دیگه. آره دیگه، آها متوجه شدم، باشه، چشم آقای کارگردان، چشم. بسیار عالی، بسیار عالی. پس یه بار دیگه میگیریم آقا، صدا، نور، دوربین، موزیک، حرکت. ای مقام عظما، غم پروستات ناقصت بر من کافی بود، حالا چه کنم با درد درز عبای پارت؟ با من چنین مکن که بیشتر از این چرخیدن در توانم نیست. کات آقا، نشد. ببین خانم، چرخشتون بازم خیلی کم بود، تو این سکانس حداقل 180 درجه باز بچرخی، شما کلا 50 درجه هم نچرخیدی، یه جور بچرخی آقا خوشش بیاد دیگه. آره دیگه، بله، چشم، متوجه شدم. خب پس یه برداشت دیگه بریم. صدا، نور، دوربین، حرکت. ای مقام ظلما، پروستات غمت بر من ناقص بود، حالا چه کنم با درد پارگیت؟ با من چنین مکن که بیشتر از این چرخیدن. کات خانم، همه دیالوگو شما غلط غلط گفتی که مقام ظلما، آخه درد پارگی میخوان بیان لغو مجوزمون بکنن. آخه نه خانم، شما به درد این نقش نمیخوری، از صبح هم علافمون کردی، برو اون گوشه صحنه واسه همینطور با سرعت دور خود بچرخ. آره وا آقای کارگردان، چرا برم اونجا دور خودم بچرخم؟ خب بازیگری که بلد نیستی، لااقل برو اون گوشه بچرخ، نقش پنکه رو بازی کن، یکم خنک شیم دیگه. برو خانم، وقت ما رو نگیر، کلی کار داریم آخه. بوی تهرون قدیمو داره احساس تنوز، بوی عیدی، بوی عشق، بوی آه سینه سوز، عاشقونه ها که هیچ وقت پیر نمیشن، داشکل هنوزم یه جای امنه زیر سقف متروپول. خب بچه ها دیگه ساکت باشین، میخوام دیکته رو شروع کنم. بمیسید. کشور ما در جهان دوستان خیلی زیادی دارد، بعد از حکومت سوئیس، حکومت ایران در دنیا بیشترین محبوبیت را در بین مردم جهان دارد. اما ولی فقیه حواسش هست که ما با هر کشوری دوست نشویم. مثلا اسرائیل یک کشور بدی است که ما نباید با آن رابطه داشته باشیم. آقا اجازه، اگه اسرائیل بده پس چرا با همه مدهای ما دوسته؟ دوستیشون از این دوست معمولی هاست، زیاد جدی که نیست. ببینید یا مثلا آمریکا کشور خیلی خیلی بدی است و ما نباید با آن رابطه داشته باشیم. آقا اگه بده پس چرا بچه های مسئولین همشون اونجا زندگی میکنن؟ اونا هم گرین کارتشون از این گرین کارت معمولی هاست، جدی نیست. بنویس محمدی، بنویس. یا برای مثال کشور ترکیه هم کشور بدی است چون یار آمریکا و انگلیس است و در آنجا پایگاه نظامی دارند و از داعش حمایت می کنند. آقا ایزه، اگه ترکیه بده پس چرا رئیس جمهورش امروز اومده ایران برای همکاری در مناقشات منطقه؟ محمدی، مگه من نگفتم وسط دیکته نپر اینقدر؟ اصلا پاشو وسایلاتو جمع کن، از کلاس برو بیرون، فردا هم با اولیات میای اینجا ببینم چرا اینقدر میذارن تو جلوی تلویزیون اخبار گوش بدی. بودو ببینم بابا، بودو ببینم.
şeker hadi hop give me five. Küresel dünya küresel life. Kes raconunu Amerikan havası. Sokak arası mafyası fight is fight. Hype bire var mı yan bakan. Delikanlılık öldü mü. İmaj yeniledik sadece be babam. Şu adaptasyonu gördün mü. Oh oh suyundan da. از دید حکومت و عقبیای حکومتی هر چیزی امنیتیه و هر حرکتی هم توته است. الان وضعیت دیگه طوریه که شما کافیه دست و دماغت کنی تا اول کیهان برات یه پرونده انگشت در بینی استکبار درست کنه، بعد رسانه‌های زنجیره‌ای کاریکاتور دماغتو با پرچم اسرائیل منتشر کنن و سرآخرم به خاطر توته دماغگونه میان جمعت میکنن و میبرن. کلن از دید ولایت مداران هر حرکتی فوله مگر اینکه آقا خوشش بیاد. بریم بشنویم سخن بزرگان این هفته رو تا ببینیم که تئوریسین های حکومت آخوندی این هفته چه دست گلی به آب دادن و از کدوم یکی از توطئه های جهان استکبار پرده برداری کردن. یه زمان تریاک میدادن به مردم، میگفتن بکش مجانی شیرشو میخرم ازت. حالا بوزای سرطانزا بیماریزا بوزی کش یه یعنی عنکبوت زدن. اول اومدن این مرد عنکبوتی اینقدر نشون دادن که نسل جوان قبول کنه عنکبوتی رو، بگه خب این بزم اگه شیرش ما بخوریم ما هم میشیم مرد عنکبوتی. بعد حالا بز عنکبوتی آوردن تو این مملکت، دو روز دیگه میخوری این ژن عنکبوت میره تو شیرش، شیرشی که خوردی میره تو ژنت، بعد از تو ژنتو میره تو ژن بچت، فردا میبینی همه جاش مثل بز پشموبیلی درآورده، فکر و تفکرش هم این عنکبوته. من دیگه خدا رو قبول داره. دین شده دکان کار و کاسبین، عده‌ای از این گذر نان میخورن، از تنور داغ جهل مردمان کنج مسجد نان ایمان میخورن. جای مذهب کاش یک ذره شعور، جای دین ای کاش وجدان داشتن، کاش بر این حرف ها که میزنم روی من برخیش ایمان داشتم. ای پیامبر کاش میدیدی که این. در پایان شما تصور کنید که یه روزی تو میدون آزادی اون نوک نوک برج، نه من یه خورده از اون بلندی میترسم بعدم صدا نمیرسه، تصور کنید زیر برج، زیر برجم که نه، همون رو چمنا نبش آذربایجان، یه وقت شهرداری، حالا بابا یه جایی یه مکانی تو تهران ما میکروفونمونو بذاریم، رادیو پیکو زنده تقدیم حضورتون کنیم، بگیم و بخندیم و ترانه و آهنگ شاد. آها بیا بیا باری کلا بابا، گفتیم تصور کنین یه روزی در آینده، نه الان که بابا مأمور بازاره، الان رادیو پیکو زیرزمینی هم نمیشه تقدیم کرد، چه برسه تو میدون آزادی. بعد این همه درست نیست که شما تصور کنین ما رو بگیرن دیگه. آقا بریم بریم سری جمع کنیم تو کار به جای باریک نکشید. بریم آقا بریم.